من یه سوال، این جدایی یعنی از تفکیک عقاید مذهبی بود یا جدایی سیاسی بود؟ قدرت، فقط مسئله قدرت بود. و این که حتی نمیدونم، حتما مطلع هستین که حتی از همون ابتدای انقلاب رفسنجانی نقش بسیار حساسی داشت برای اینکه یکی یکی عناصر قدرت رو بذاره کنار و خودش قدرت بیشتری رو بگیره. به عنوان نمونه، من خدمت شما عرض بکنم، به عنوان نمونه قرار بر این بود که اینها یه جور وارد دولت بازرگان بشن. اینا هر چی میادن پیش خمینی صحبت میکردن که آقا ما آخونده باید قدرت رو در دست بگیرن و و و خمینی نمیپذیره. حتی اینا میخواستن رئیس جمهور اول خودشون یادتون باشه آخوند معرفی کنن، خمینی نپذیره. البته در اون مقطعی که آقای خمینی نپذیره به خاطر بود که آقای طالقانی هم زنده بود، نیروهای چپ میخواستن آقای طالقانی رو نامزد ریاست جمهوری بکنن، نیروهای راست میخواستن آقای بهشتی رو نامزد بکنن، راست مذهبی. اینها این موجب شد که آقای خمینی بگه آخوند نباید رئیس جمهور بشه. مرزی فهم. ولی در همون هنگام اینا اومدن پیش آقای خمینی. وحشتش از ریاست جمهوری طالقانی بود. بله، چون طالقانی با نیروهای چپ بود، فرزندانش عضو چریکای فدای خلق بودن، خودش هوادار سازمان مجاهدین خلق بود و برداشتی که از اسلام داشت که اسلام سوسیالیستی مردمی اونطور که اون موقع میگفتن بود، ایشون رو آره به این دلیل ایشون بهش مخالف بود. اما اینو خواستم عرض کنم که رفسنجانی از همونجا تلاش کرد که وارد قدرت به گونه‌ای بشه. در یکی از نشست‌های شورای انقلاب اینها برنامه ریختن، حالا نقل اون برنامه زمان میگیره بهش کار نداریم، که خود بازرگان رو وادار کردن که بره پیش آقای خمینی و پیشنهاد بکنه که آقا برای اینکه این آخوندا چوب لای چرخ ما نذارن، شما لطفاً بیاین و از این آخوندا بخواین که برن تو وزارت خونه های ما معاون وزیر بشن تا ببینن وزارت چقدر دردسر و مشکلات داره. حالا این طرحی بود که آقای رفسنجانی ریخته بود پیشاپیش. ملازم فرمایید توی یکی از نشست‌های شورای انقلاب که آقای بازرگان گلایه میکرد از روحانی، رفسنجانی توسطی که دیگه گفتن آقا اگر خیلی مشکل، یواشکی در گوش بازرگان گفتن، گفتن اگر میبینی خیلی اینا مشکل برات ایجاد میکنن، خب اینا رو ببر تو پست بهشون بده تا بفهمن چقدر دشوار و سخت این قضیه. وقتی که خود آقای بازرگان رو قانع کردن به قضیه، بازرگان رفت آقای خمینی رو دید، موافقت کرد خمینی که در وزارتخانه ها معاونینی برن که روحانی باشن. دو تا وزارتخانه بسیار بزرگ رو دو تا یار غار انتخاب کردن. آیت الله خامنه ای شد معاون وزارت دفاع و آقای رفسنجانی معاونت وزارت کشور. از همون هنگامه بازرگان، یعنی از همون هنگامه قدرت کامل امنیتی و نظامی یک کشور، چون از وزارت اطلاعات که شکل نگرفته بود که، حتی وزارت اطلاعات ساواکی هم که کار میکردن با اونها، اینها تو کادر یا وزارت دفاع بودن یا وزارت کشور. این دو تا وزارت خونه که این دو نفر در دست گرفتن، کل قدرت از همون هنگام بازرگان اومد دست این دو نفر. ملزم همین. و حتی مسئله جنگ رو ما میبینیم که رفسنجانی همونطور که دلش میخواد تحلیل میکنه. شما ببینید جنگی که 8 سال ادامه پیدا کرد، همه اینها دلایلی است به پرسش خوب شما آقای باربود طاهری که چرا این طیف های به عنوان اپوزیسیون از درون این نظام بیرون اومد. ملاحظه فرمایید که بعداً دیدن این جنگ ادامه پیدا میکرده به خاطر که اینها روز به روز این دو یارغار و حزبشون که حزب مؤتلف اسلامی هم با اینها بود، حزب جمهوری اسلامی هم بود، بتونه قدرت بیشتری بگیره. فراموش نکنیم که خب معنی حتی یه بار که دید این مسئله حزبی داره اخلال میکنه در کار رهبری خودش، حزب جمهوری اسلامی هم تصدور توقیفش داد و ممنوعیتش، یعنی حزب جمهوری اسلامی ممنوع اعلام شد، یعنی بستنش. ولی اون بستن مصلحتی بود چون اون سیستم حزبی رو اینا حفظ کردن. البته وقتی که این حزب به اصطلاح ممنوع شد و منحل شد، دو جناح در روحانیت هم پدید آمد. یکی جناحی که بیشتر متمایل بود در اون مکتب منتظری و فقه سنتی، که خود این یه بحث جدایی است و اینا پیرمردای حزب جمهوری اسلامی بودن. در حقیقت سوال من همین این بود که طرفداران آیت الله منتظری از نظر اسلامی چه گروهی هایی بودن و طرفدارای این بخش بقیه چه گروه هایی؟ آره، اینا اسلام فقاهتی سنتی که اینها بعداً جامعه روحانیون رو، جامعه روحانیت رو، پوزش ما روحانیت رو تشکیل دادن. اون طیفی که جوانتر بودن و بیشتر به اصطلاح چپ بودن، جامعه روحانیون مبارز رو، روحانیت مبارز درست، روحانیت مبارز، اونا روحانیتن، اینا روحانیونن.
ملزم همین جوان ها روحانیونن، یعنی باندی که الان با آقای خاتمی کار میکنه، و اونهایی که اون طرف هستن روحانیتن، بهش میگن جامعه روحانیت مبارز، جامعه روحانیون مبارز. یعنی جمع کردن واژه روحانی به روحانیت و روحانیون، این شاخصه جدایی این دوتا جریانه که کمتر کسیش ترجم کنه. اونها البته بعدن هم اونها خیلی زیاد به منتظری وفادار نموندن، چون که ما میبینیم این جامعه روحانیون مبارزه که الان داره از منتظری دفاع میکنه. ملازم فرمایید، یعنی اینا مخالفتشون با خامنه ای و رفسنجانی، ببینید که اینا طی این سال هم در قدرت بودن این بچه ها. میدونید که سعید حجاجیانو که خواستن بکشنش از بنیانگذاران وزارت اطلاعات، و اکثر این بچه‌ها شاگردای اون بودن، مثل اکبر گنجی و غیره. همچنان که اکبر گنجی شاگرد سروش هم هست از نظر ایدئولوژیکی. مثلا سروش تا اون هنگامه اوایل انقلاب که خمینی زنده است، خودش مدافع سرسخت ولایت فقیه. درسته. و اصلا مدافع میاد در برابر نیروهای مارکسیستی به عنوان ایدئولوژ نظام اسلامی و ولایت فقیه بحث میکنه که در گفتگوهاش با طبری، با طبری که در اون بحثا قرار بود ما هم شرکت کنیم، ولی ما همون موقع به عنوان اعتراض ترک کردیم، همون سال 59، و این بحثا ادامه پیدا کرد. آقای قبل از سروش آقای بنی صدر بود که به عنوان مدافع اسلام آیت الله خمینی تعیین شده بود که بحث آزاد بکنه با نیروهای چپ. بعد از اون آقای سروش این کار کرد. خب آقای سروش هم که الان امروز مخالف شده، باز برمیگرده به همین جنگ قدرت در داخل خود سیستم و نظام. ملازم فرمایید، خب وقتی که سید احمد هم اینا بهش قدرت ندادن، نیروهایی که مشروع بودن به نام نیروی خط امام، اینا جوانان بودن که سفارت امریکا گرفته بودن و رابطه بسیار نزدیکی داشتن با آقای خمینی و سید احمد خمینی، وقتی که دیدن لیدرشون، رهبرشون آقای احمد خمینی از قدرت کناره، کم کم شروع شد به یک سری اعتراضات. بعد در داخل ایران آقای باربد طاهری، یک نفری که نقش بسیار بسیار مهمی داشت برای شکستن اون تور اختناق در داخل کشور، که تونست اون تور اختناق رو بشکنه و با یک نشریه دانشجویی که در می آورد برای نخستین بار علناً به رفسنجانی و باندبازی های ایشون و خانوادش اشاره بکنه، تبرزدی بود با عنوان روزنامه در می آورد با عنوان پیام دانشجو، که اون جریان رفیق دوست و اینها رو که به محاکمه کشید و غیره، اختلاس ها و اینا، برای نخستین بار اون مطرح کرد. اون هم کسی بود که دو تا از برادرش تو جنگ کشته شده بودن، خودش ترکش خمپاره خورده بود، بعدن که اومده بود تبرزدی و خودش گفت، بعدن گفت، مادرش گفت، به من گفتن، به مطبوعات جهان و همه جا گفتم، ما در رفته بودیم جبهه می جنگیدیم و قربانی می دادیم، می دیدیم آقای رفسنجانی فرزندانش رو فرستاده در بلژیک و اروپا و امریکا تحصیل بکنن، و همون هنگامه که ما زیر خمپاره بودیم و خانواده های ما کشنه می شدن، دیدیم که بچه هایشون در ناز و نعمت در خارج از کشور زندگی می کردن، بهانه تحصیل کردن. یعنی ببینید اینها همینا، یعنی آقای باربد طاهری، جبی که امروز ما شاهدش هستیم در ایران سه تا علت داره. یکی همین مسائل روانی داخل سیستم، یکی معادلات خارجی جهان که حاکم هست، و یکی مسئله خود رژیم و نجات خود رژیم. یعنی این سه دلیل داره که همش هم موجهه و موجوده. ملازم فرمایید، یعنی شما باید اول زمینه داخلی رو داشته باشی که نیروها چگونه آزاد شدن، یعنی از کندن از قدرت به اصطلاح. دوم این که عرض کنم خدمتتون زمینه های تودهی مردم که این رو میخواست، و بعد از اون طرف جو جهانی که این رو صدا میکرد. جو جهانی چشم براه این بود که پس از اینکه جنگ ایران و عراق تموم شده، همه کشور ویران شده، بتونن بازگردن به عنوان سازندگی کشور، کمپانی های خارجی نفت ایران رو بخرن، نفت ایران رو بخرن و در ازای اون خدمت کنن، کار کنن، سازندگی بکنن.